از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون حمله های تروریستی در بخش های از کشور به ویژه در کابل یک بخش خاصی از مردم را هدف قرار داده است. رئیس جمهور غنی که در مراسم عاشورا صحبت می کرد می گوید که دشمنان مردم افغانستان به دنبال تفرق افغانی میان اقوام و مذاهب کشور هستند. و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است و حمله بر وحدت ملی افغانستان است و عمدترین مسئله و اولویت امنیت ملی ما قرار خود داشت. یک هدف بسیار واضح دشمنان مردم افغانستان امیست که در میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند، در میان مردم افغانستان جدایی پیدا کنند تحت یک نام و یا نام دیگر. خدای ناخواسته اونا در زمان موفق میشن که ما شکار همچوک توطئه شویم یا توطئه ها شویم. رئیس جمهور غنی میگوید برای تامین امنیت غرب کابل حکومت تدابیر خاصی را روی دست گرفته است و حکومت از تمام امکانات خود برای تامین امنیت بهتر کابل به ویژه غرب کابل استفاده خواهد کرد. ما برتان اطمینان میتونم که در وزان وانا در وجود ندارم. مردم دشت برچیر سر صدا میکنم که خودتان نمایندگایتان را تعیین کنین، با ما مستقیم صحبت کنین و هر نوع حاکمیت را که در اینجا میخواین به شمول کنترل بر نهادهای امنیتی ما امرایتان قبول میکنم. خصوصا امسال در سالی که قرار داریم، متاسفانه در شهر کابل یک بخشی از مردم افغانستان، یک توطئه از بدن واحد کشور ما و مردم ما بیشتر مورد حمله قرار گرفت و شاهد رنج و مصیبت فراوان بودند. در همین حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید گوش شنوایی برای تامین امنیت بهتر وجود ندارد و این مسئله سبب افزایش ناامنی در کشور شده است. گوش شنوایی نیست که این صدا را بشنوند. مصروف جمع کردن سرمایه و روان کردن به بانک‌های خارج هستند زن و مرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که در دو حمله اخیر بر یک مرکز آموزشی و یک ورزشگاه در غرب کابل نزدیک به 200 تن شهید و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.